بسم الله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آن چیزی که در مورد انکارکننده تقدیر آمده است، قدر سر الله در خلقش است و آن را نمی دانیم مگر بعد واقع شدن آن، و خاصتا به توحید ربوبیت تعلق دارد و توحید نامها و صفات ها تعلق دارد و مردم در قدر سه طایفه اند. یکم طایفه جبریه قدر را اثبات کردند و در آن غلوف کردند تا که از بنده اختیار و قدرتش را گرفتند و گفتند انسان اختیار و قدرت ندارد. دوم طایفه قدریه معتزله برای بنده اختیار و قدرت را در عملش اثبات کردند و در آن غلوف کردند تا که الله تعالی در عمل بنده مشیت یا خلق باشد نفی کردند. طایفه سوم اهل سنت و جماعت است. بین دلیل ها جمع‌آوری کردند و در رویششان بهترین ملت را پیش گرفتند. پس به قضا و قدر الله ایمان آوردند و برای بنده مشیتی که مربوط به مشیت الله است اثبات کردند. برای ایمان به قضا و قدر فایده های بزرگ است. از جمله فایده یکم آن از تمام توحید ربوبیت است. فایده دوم آن موجب صدق اعتماد بر الله است. فایده سوم آن موجب آرامی قلب است. هرگاه داند که آن چی به تو رسید تو را خطا نمی کرد و آن چی تو را خطا کرد به تو نمی رسید و به آن چیزی که به تو می رسد پس از چنگ زدن به اسباب نفع آور آرام می شوید. چهارم خوشحال شدن شخص به عملهایش من می کند. هر با عملی کند که بر آن شکر گفته شود، زیرا الله تعالی بر وی منت نهاد. پنجم غمگین نشودنش به آن چیزی که بر وی می رسد، زیرا آن از جانب پروردگار الله سبحانه و تعالی است، پس آن از رحمت و حکمت صادر شده است. فایده ششم انسان به اسباب چنگ بزند، زیرا او به حکمت الله ایمان دارد و اینکه او اشیا را تقدیر نمی کند مگر که به اسبابش پیوسته است. دلیل یکم ابن عمر رضی الله عنهما می گوید سوگند به ذاتی که جان من در دست اوست، اگر یکی از اندازه کوه احد طلا داشته باشد و همه را در راه الله صدقه نماید تا به مسئله های تقدیر ایمان نیاورده باشد از او قبول نمی شود. زیرا رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند ایمان عبارت است از اینکه به الله، فرشتگان، کتاب ها، پیامبران، به روز قیامت و به تقدیر نیک و بدش ایمان داشته باشی. حدیث با روایت امام مسلم. ایمان به زبان گفتن و به قلب اعتقاد کردن و به اعضای بدن عمل کردن است. به طاعت زیاد می شود و به معصیت کم می شود و آن شش اساس دارد. یکم به الله، دوم ملائکه های او، سوم کتاب های او، چهارم رسولان او، پنجم روز قیامت، ششم به تقدیر خیر و شر او. به الله ایمان بیاری، یعنی ایمان به الله چهار امر لازم می گردد. یکم ایمان به هستی الله و می باشد با عقل، حس، فطرت و شر. دوم توحید ربوبیت، سوم توحید الوهیت، چهارم توحید نام ها و صفت ها. عقل ایمان به هستی الله سبحانه و تعالی می باشد یکم به عقل. پس وجود مخلوق به خالق تصور کرده نمی شود. آیا آنها از هیچ چیز آفریده شدند یا خود خالق خودند؟ دوم ایمان به هستی الله سبحانه و تعالی حس. حس در سختی و مشقت می باشی، سپس دعا می کنی، می بینی که سختی به دعای الله برطرف می شود. همان گونه که پیامبر صلی الله علیه و سلم در احد دعا کردند. سوم ایمان به هستی الله سبحانه و تعالی با فطرت. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند هر نوزاد بر فطرت تولد می شود، پس والدینش او را یهودی می کند یا نصرانی. سوم ایمان به هستی الله سبحانه و تعالی با شریعت. ابن قیم رحمه الله گفت
که در قرآن آیت نیست مگر آن که در آن دلیل بر توحید است. و فرمودند که و ملائکه های او، آنها عالم غیبی هستند. الله آنها را از نور آفریده است. الله را اطاعت میکنند و به فرمانی نمیکنند. روح دارند و جسدها دارند. کسی که فرشتگان را رسولان قرار داد، دارای بالهای دوگانه و سگانه و چهارگانه، هرچی بخواهد در آفرینش می افزاید و عقلها و قلبها دارند. تا زمانی که نگرانی از دلهایشان برطرف شود، گویند پروردگارتان چی گفت؟ یعنی به آنها ایمان می آوریم و به نامهایشان که الله تعالی ما را تعلیم داد، مانند جبریل و میکائیل و اسرافیل، و به صفتهای آنان، یعنی در آنچه به آنان فرمان داده نافرمانی میکنند و هرچی فرمان مییابند انجام میدهند، و به عملهای آنها، یعنی مانند بردارندگان عرش و به اخباری که از آنها آمده است و کتابهای او. یعنی واجب است که ایمان بیاریم که آنها در حقیقت کلام الله هستند، نه مجازند، و این که آنها نازل شده اند مخلوق نیستند، و این که الله به هر رسول کتاب نازل کرده است و آنها ایمان میاریم، و آنچه که الله از نام آنها و اخبار آنها و احکام آنها با طور مجمل و مفصل خبر داده است ایمان میاریم، مادامی که منسوخ نشده است، و ایمان میاریم که قرآن همه کتابهای پیش از خود را منسوخ کننده است و آنها تورات، انجیل، زبور، صحیفه های ابراهیم و موسی علیهم السلام است و رسولان او. یعنی واجب است که ایمان بیاریم که آنها بشر هستند. برای آنها از خصوصیت های پروردگاری چیزی نیست و آنها بنده هستند که پرستیده نمی شوند، و اینکه الله آنها را فرستاده است و به سوی آنها وحی کرده است و آیات های آنها را قوت داده است و آنها امانت را ادا کردند و امت ها را نصیحت کردند و رسالت را رسانیدند و در راه الله چنانی که شایسته است جهاد کردند. به آنها ایمان می آوریم و به آن چیزی که الله ما را از نامها و صفتها و اخبار آن داننده است، و اینکه اول انبیا آدم علیه السلام و اول رسولان نوح علیه السلام و خاتم انبیا و رسولان محمد صلی الله علیه و سلم هستند، و اینکه شریعت های پیش همشان به شریعت محمد صلی الله علیه و سلم منسوخ هستند و رسولان اولوالعزم 5 تا هستند که در سوره شورا و احزاب ذکر شدند. آنها محمد، نوح، ابراهیم، موسی و عیسی هستند. و روز قیامت، یعنی ایمان به همه آن چیزی که پیامبر صلی الله علیه و سلم خبر دادند که پس از مرگ می دهد شامل می شود، مثل فتنه قبر، در سور دمیدن، خستن مردم از قبرهایشان، میزان ها، صحیفه ها، صراط، حفظ، شفاعت، جنت، دوزخ، دیدن مؤمنان پروردگارشان را در روز قیامت و در جنت و غیرشان از امور غیبی. و به تقدیر ایمان بیارید، یعنی فعل را از سر آورد، ایمان بیارید، زیرا به قدر ایمان آوردن مهم است و آن چهار مرتبه دارد: یکم علم، دوم نوستن قولهایمان، سوم مشیت او و خلق او و آن ایجاد و پیدا کردن است. علم، ایمان داشتن به اینکه او سبحانه و تعالی همه چیز را با طور عموم و تفصیل دانست و دلیل گفته او تعالی که فرمود آنچه در پیش روی آنان و آنچه در پشت سرشان است می داند. دوم نویستن، ایمان داشتن به اینکه الله تقدیرهای همه چیز را تا برپا شدن قیامت نویسته است و دلیل و هیچ پنهانی در آسمان و زمین نیست مگر آن که در کتاب رفشن است. سوم مشیت، ایمان داشتن به اینکه هرچی الله خواهد می شود و هر چی را نخواهد نمی شود، و اینکه بنده مشیت دارد که در تحت مشیت الله است و نمی خواهد مگر آن چی را که الله بخواهد. چهارم خلق، یعنی چیزی نیست مگر اینکه الله خالق آن و اداره کننده آن و سلطان آن است. حتی فعل مخلوق مخلوق است و الله شما و آن چی را که میکنید آفرید.
دلیل دیگر از عباده ابن صامد رضی الله عنه روایت است که به فرزندش گفت ای پسرم طعم ایمان را نخواهی چشید تا اینکه یقین داشته باشی به اینکه مصیبت یک دوچار آن میشوی غیر ممکن بود که از تو بگذرد و آن چی که از آن نجات یافتی در تقدیر نبود که به تو برسد و من از رسول الله صلی الله علیه و سلم شنیدم که فرمودند البته اولین چیزی که الله آفرید قلم بود آنگاه فرمود تقدیر همه چیز را تا قیامت بنویسد فرزندم همچنین از رسول الله صلی الله علیه و سلم شنیدم که فرمودند هر کس به غیر این عقیده بمیرد از من نیست و در روایت احمد آمده است که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند وقتی الله قلم را آفرید فرمود بنویسد آنگاه هر آنچه که باید تا روز قیامت انجام می گرفت نوشته شد و در روایت ابن وهب آمده است که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند هر کس به خیر و شر تقدیر ایمان نداشته باشد الله او را در آتش دوزخ می سوزاند و در مسند و سنن از ابن دیلمی روایت شده که ایشان نزد عبید ابن کعب رضی الله عنه رفت و گفت در دل من اندک شبهه در مورد تقدیر پیدا شده است در این مورد چیزی بگو تا قلبم شفا یابد عبید ابن کعب رضی الله عنه گفت اگر به اندازه کوه احد تلا صدقه نمایی الله از تو قبول نمیکند تا اینکه به تقدیر ایمان داشته باشی و اینکه و آن چی به تو رسد نباید از تو میگذشت و آن چی از تو میگذرد نباید به تو برسد و اگر در غیر این عقیده بمیری از دوزخیان خواهی بود ابن دیلمی میگوید سپس نزد عبدالله ابن مسعود حذیفه ابن یمان و زید ابن ثابت رفتم آنها نیز از رسول الله صلی الله علیه و سلم همان چیزی را برایم گفتند که عبید ابن کعب گفته بود حدیثی صحیح است حاکم در صحیح خود روایت کرده است فرمودند که تو بدانی و الله تعالی به این معنا اشاره کرده در فرموده اش که هیچ مصیبتی در زمین و نه در وجود شما رخ نمی دهد مگر پیش از آن که آن را پدید آریم در کتاب لوح المحفوظ نوشته است یقینا این امر بر الله آسان است این را بیان کردیم تا به خاطر آن چی از دستتان رفته است افسوس نخورید و به آن چی که الله به شما داده است شادمان نشوید و الله هیچ خودپسند فخر فروش را دوست ندارد سوره حدید آیه 22-23 ای فرزندم یعنی در این مهربانی کردن فرزندان در موعظه است از شایسته است که فرزندان را احکام را با دلیل هایش گفته شود تو فرزندت را بر پیروی دلیل ها عادت کنی و تو او را بر محبت رسول صلی الله علیه و سلم تربیه کنی و فرمود که در نفس من چیزی است اون چی در نفس دیلمی واقع شد دلیل بر خطر داشتن همنشین با اهل بدعت است که در قدر شک کردند و شبهه به نقل دفع کرده می شود پس اون را دور می کند و به عقل دفع کرده نمی شود پس آن را زیاد میکند فرمودند که قلم در آن دو روایت است به زمه و فتحه میم یکم روایت با زمه معنیش این است که اولین چیزی که الله آفرید به نسبت مخلوق هایی که آن را مشاهده میکنیم قلم است مانند آسمان ها و زمین پس آن اولی نسبی است ابن قیم رحمه الله میگوید و مردم در قلمی که قضا به آن از طرف الله نوشته شد اختلاف دارند آیا پیش از عرش بود یا بعد آن در نزد ابوالعلاء همزانی دو قول است و حق این است که عرش پیش است زیرا آن پیش از نویستن صاحب ستونها بود دوم روایت نسب روایت فتحه معنیش این است که الله اولی که قلم را آفرید امر به نویستن کرد اکنون مسئله های این موضوع یکم بیان فرض بودن ایمان به تقدیر الهی دوم بیان چگونه به آن ایمان داشتن یعنی به چهار مرتبه قدر ایمان داشته باشیم سوم نابود کردن عملهای کسی که با آن ایمان نداشته باشد پس آن کافری کفر اکبر است چهارم خبر دادن به آن چی کسی به تقدیر ایمان ندارد طعم ایمان را نمی چشد
پنجم ذکر اولین آفریده الله. شک نیست که قلم بعد آفریدن عرش است و قلم نخستین چیزی که آفریده شد نسبت به چیزهایی که مشاهده میکنیم. پس آن پیش از آفریدن آسمان ها و زمین است، پس اولیت آن نسبی است. ششم، قلم همه جرایان های را که تا قیامت قرارگار هایی که بشود نوشت. در این حدیث توجه خطاب الله به جماد است و اینکه آن امر الله را می فهمد، زیرا الله به قلم خطاب کرد پس قلم فهمید و اجابت کرد. هفتم، بیزاری رسول الله صلی الله علیه و سلم از کسی به تقدیر ایمان ندارد پس وای کافری کفر از دین خارج کننده است. هشتم، عادت گذشتگان نیک برای دور کردن شبهه از عالمان می پرسیدند. به خاطر استواری چند عالم را پرسیدن جایز است، نه برای دنبال رخصت ها شدن. نهم، عالمان او را پاسخ می دادند به چیزی که شبهه ها را دور می کرد و این هم باشد آنها سخن را تنها به رسول الله صلی الله علیه و سلم نسبت دادند. به این شبهه از پیش مؤمن تماما می رود و مانع نیست که با دلیل های عقلی یا حسی دلیل بیاری به خاطر قانع کردن مقابل و موافق مطمئن شود و در این دلیل چهارم است و آن دلیل فطرت است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.